آنگلوساکسون ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، استرالیایی ها و کانادایی ها یک دکترین دارن. ضرب المثل های هر ملت دکترین اون ملته. دکترینشون مستهجنه. میگن اگر به شما تجاوز شد، احساس کردید نمیتونید مقاومت کنید، استقبال کنید تا لذت ببرید. تعجب میکنید مبنای دانش روابط بین الملل در حوزه آنگلوساکسون ها این حدیث، این در واقع گزاره و روایت مستهجن انگلیسی هاست. الغا میکنن به ملت ها که زمانی که به شما تجاوز میشود شما که نمیتونید مقاومت کنید، پس استقبال کنید تا لذت ببرید. امروز مکانیزم تجاوز و تعدی به انسان ها 4 کلید واژه داره. کلید واژه اولش اینه: حقوق بشر، human rights. کلید واژه دومش اینه: لیبرالیسم، معناش کردن به آزادی، یعنی اباحیگری. کلید واژه سومشون دموکراسی، پذیرش رأی مردم. و کلید واژه چهارمشون جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. به ملت‌ها با این 4 کلید واژه تجاوز می‌کنن. شما ببینید وقتی به ایران حمله شد توسط عراق، هیچ چیزی که بتواند مردم ما رو به خودش بفریبد نداشت. زمینه تجاوز هیچ پذیرشی نداشت. لذا همه جوانان ما رفتن، ایستادن، مقاومت کردن و دشمن رو بیرون کردن. یک وجب از خاک کشور ما دست دشمن نموند. اما چرا امروز پذیرش تجاوز از سوی غرب در جهان اسلام طبیعی شده؟ چون بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی همین 4 تا شعار زمینه تجاوز رو فریاد میزنند. بین دموکراسی که آمریکا میگه و رهبران کشورهای اسلامی میگن هیچ فرقی از نظر مبانی وجود نداره. بین جامعه مدنی که ژاک شیراک میگه با آنچه که رهبران جهان اسلام میگن هیچ فرقی وجود نداره. بین لیبرالیسم و آزادی خواهی که اونها میگن با آنچه که در کشور ما مثلا داره صورت میگیره هیچ فرقی نیست. شما منطقه آزاد تجاری دارید تو این کشور. منطقه آزاد تجاری یعنی پایگاه عملیاتی لیبرال دموکراسی. تعارض وجود داره بین گفته های رهبران ما با عمل کردشون. شما 3 روز گذشته دیدید که رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانیشون 3 بار به لیبرال دموکراسی حمله کردن. معلوم میشه زیده ایشون کسی اعتقاد به حرفای ایشون نداره، چون منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد اقتصادی که یه روزی پس از دیگری داره تو کشور ما افتتاح میشه، اینها